تاجیکای افغانستان هستیم و او تاجیکای تاجیکستان. همیشه همیشه لر و برخایی ای باعث میشه که ما خود حیثیت جایگاه خود که چیزی که باید داشته باشیم رو از دست میتیم. امروز میبینین که اکثریت پشتونا در او طرف مرز به پشتونای افغانستان خطاب تروریست میکنن، خطاب به بیسواد میکنن، میگن ما هیچگاه افغان نیستیم. سلطانی زب می کامره ده بسته نکو به خاطر که کامره را بسته کردی پایین انداختم. نه لینک کسی ناشته کرد که سلطانی زب دو واتساپ روان کو باز ما را تایلین میکردم تو کامره بسته شد باز ما پایین انداختم. وقتی روزنامه نگارش میه نقد میکنه که ما افغان نیستیم ولی ما مجددا مکررن ما کم میگیریم، نتیجه شما اینه نمیسته که امروز صدها هموطن ما اوج آواره، کسایی که جای جایداد خانه و دکان و سرمایهشان همه چیزشان اوج در هدر رفت و دوباره روان میشن. و در کنار از این یک دسیسه بزرگ دیگه هم جریان داره که در لابلای چند تا افغان یا پشتونه افغانستان میخواین یک تعداد تروریستای پشتون پاکستانی که روی یک پروتکل و تفاهمی که بین طالبای افغانستان و حکومت پاکستان جریان داره در شمال جابجایی بکنن و بعد واخان تسلیم پاکستان بسازن. آقای داودی طوفان با پوزش آقای کنان، آقای داودی طوفان رفیق شخصی آقای سلطانی از تصویرش بسته شد پایین انداختم. خودت هم وقتی تصویرت بسته بود همزمان اردویت پایین انداختم. چرا؟ میار ما با تصویر است. اگر توان بحث داشتی منطقی چند تا چوبم میماندی هر کار میکردی فرق نمیکرد، ما دیدگاه نظرتم برالوی که مشنیدیم ایرا امو قسمی که گذشته پوینت های منفی تام نشر کردیم پوینت های مثبت تام دای برنامه مون مو گپ است. بیا سم سیده برای طالب لابی میکنی، برای پشتونوالی لابی میکنی، آزاد هستی ولی کمریت بسته نکو بزرگوار. وقتی کمریت بسته کردی پایین مندازم سلطانی رم پایین انداختم. یعنی یک بمب دو هوا در برنامه ما نبوده. اگر دوستای ما کمره بند کرده دوستای خودم پایین انداختیم. آقای کنان معذرت میطلبم، بفرمایید. به هر صورت ما کوتاه تمام میکنم. ما خطابم به طالبای افغانستانی است که بیاین شما مثل سیاسیون قبلی مثل شاهایی که با قول نخست وزیر پاکستان یک قسمت جغرافیا را فروختن. ما بیخی باز بر ما مردم بسیار تلفن میکنن، تلفن بیخی از حد زیاد شد. بعد از آقای داود طوفان وقتی دیمی برنامه ما که میایی امی واتساپ تا بشوی چرا؟ مردم زنگ میزنن. وقتی شما در برابر ما قرار میگیرین ما موقف مستنطقه میگیرم. وقتی موقف مستنطقه گرفتم خودت قسمی که در یک برنامه گفتی که پیغمبر دین و مذهب نداشت، اما لابودن خود شرماندی اما ما را بیچاره ساختی که مردم گفت که چرا همین کسی را میاره که بنام ملا دین خدا نمیفهمه. اجازه بتین من تمام کنم حرف ما، باز میتونی صحبت بکنی. نه اجازه بتین که من تمام بکنم باز تمام بکنم بدون مقدمه آمدی سلام علیکم نه طرف تلک مندازی. نه من از اول بود معذرت میخوایم بر ما همونطور رفتی دیگه رفتی کشال شدی. آقای طوفان بگذارم حرفاش تکمیل شد بعد از آقای کنان خودت صحبت کن، بعد از او اکرم شمس نظرش میگیریم. پیام ما به قوم شریف پشتون افغانستان است که بیاین یک بار دیگه اونمو مایدای ننگین اونمو لکای ننگینه که به جبین پشتون از طرف لیدرایش چسبانده شده و تحمیل شده او را این بار نگذاره که طالبا انجام بتن. طالبا در یک پروتکل واخانه به پاکستان میسپارن، در بدلش چند تا تروریست بلوچ یا از پشتونای طالب پاکستان روان میکنن در افغانستان که افغانستان ناام شود، شمال ناام شود و دوباره جنگ قومی و سمتی و زبانی در این کشور دوباره در بگیره و هزاران هزاران هموطن ما در این جنگ کشته و از بین برن. بنان هوشیار شوین، بیدار باشین. در اینجا معامله صورت گرفته. یک تعداد خوشبینانه میگن که احساس هم دردی میکنن که والا ماجری نکشیدن. در لابلای ماجرین اکثریت مطلقش پاکستانی های هستن که روی نم پروژه در شمال انتقال داده میشن و باید از همیشه مردم روی از این موضوع اعتراض بکنه
و حتی در افغانستان در تمام ولایاتی که یا انتقال داده میشن، ولایت تاجیک نشین و ازبک و هزاره ها، در اونجا قیام های صورت بگیره تا طالبان نتارن این پروژه را تطبیق بکنن. خیلی ممنون آقای کنان. بگذار از داود بپرسیم. آقای داود، ما بر میگردم. درسته، بعد از امضای دیورند تمام پشتونا یا اوغانای افغانستان در حسرت یک جا شدن، اجازه آقای طوفان، در حسرت یک جا شدن لقمه نان دهن خود را به دهن پاکستانی ها گذاشتن. یادم مشکل داره، تلفن از این سفر ریپورت میکنه، این صدا انعکاس پیدا میکنه. بزرگوار بگی از پیامی کی بگی اونو بالا. آقای طوفان، امیر شمس تو باز بیا. آقای اکرم شمس، بعد از امضای دیورند در کل اوغان افغانستان در حسرت ازی هستن، بودن انتظار میکشن چی وقت لروبر یکی میشین. حتی دخترای حسین و جوان خود را سری بچه های پشتون پاکستانی صدا میکنن که بیاین ازدواج کنین در کابل، در جلال آباد، در خوست سرمایه گذاری بکنین، خانه خودتان است، لروبر یک افغان. حتی ما بسیار پاکستانی ها را در اروپا میبینیم به نام تذکره وطن من و تو، از آدرس وطن من تو مستحق پناهندگی شدن، پاسپورت گرفتن. ولی امروز وقتی یک کسی به نام انورالحق کاکر از آدرس قوم پشتون یا امور کسایی که شما در حسرت یک جا شدن نشستین در اقتدار پاکستان تکیه میزنه در صدارت، اولین پیامشی است که اوغان بیرون کنین که وطن خراب کرد، اینا نمکرام هستن، بابی از اینا ما را 100 سال پیش فروخته بود، بسیار ظاهرن در ظاهر با یک آلتی بی‌حرمتی توهین شده، تحقیر شده زبون به صفت یک اوغان روانه افغانستان میشین. هینال برداشت چی است؟ امی چی اتفاق است؟ چی رمز و رازی در عقیب اینمی خراجی ها وجود داره؟ میشه واضح بگو بدن؟ ایتوایت ما هم تبارز میتیم به صفت یک شنونده. زنده باشی آقای فروتن. اول عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت آقای سلطانی صاحب، کسایی که در لایف حضور دارن. امیدوار هستم که در وقت صحبت کردن من مداخله نکنی آقای فروتن، چون عادت همیشگی خودت است وقت ما صحبت میکنیم مداخله میکنی. اولا در باره یک گپ ما باید صحبت کنم. آقای داوود طوفان یک گپ گفته بود که البته اگر اجازه دادی با توضیحات میتونم اگر سر ما... پرسش ما جواب بده. آقا اجازه بده، همین یک گفته بود که پیغمبر نه دین دارن نه مذهب، ما تایید میکنم. بله، باز اگر خواستی جزئیاتش میگم، اینو میمونیم کنار. آقای فروتن، در این شرایطی که میبینید که پاکستان تمام مهاجرین به خصوص مردم پشتون از پاکستان اخراج میکنه، یک دلیل داره. دلیلش چی است؟ دلیلش با اثبات شده با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حاکمیت سرتاسری و فرض مثال صحبت هایی که درباره امی به حساب پشتونستان یا لر بر میشه، پاکستانیا به خصوص پنجابیا احساس خطر کردند. احساس خطر چی کردند؟ که اینا گفتند که والا ما خو پنجابی هستیم، اینا لربر هستن، یا میشه یک جای میشه، یک روز نه یک روز یک جای میشن. و بنان یا کار به این کردن که ما افغانایی که مهاجر آمدن در پاکستان اینا رو اخراج کنیم که شاید این پشتونای دیگر مثلا نتونن مثلا از را بکشن که به حساب به یک سمت همش یک افغانستان شد. اگر شما در دفاتر طالبا همین مثلا بزرگای طالبا که هست ببینید نقشه افغانستان، این نقشه افغانستان نیست که ما و شما مشتاسیم. نقشه افغانستان پیوند خورده با نصف پاکستان که تا پل اتک و تا سواحل بحر و اینام در چیزش میشه در سر میدشان ماندگی است. بنان پاکستانیا امی به خصوص پنجابیا به حساب احساس خطر کردن که طالبا به قدرت رسیده و از این طرف هم طالبای امو پی پی تی که از عملات خود شروع کردن که میخواین که به حساب به یک نحو پاکستان تجزیه کنن و انشالله بزرگای ما بزرگای طالبا در صدد ازی هستن که پاکستان امین نصف پاکستان خاک که مثلا خاک دیورنگ است مربوط افغانستان شد. و یک چیز دیگه برادر اجازه است بپرسم امین کلمه را میگم، امین کلمه را آقای فروتن یادم میره. لطفا ببین برادر ما گفت که میخواین در منطقه شمال
بهتر یک گرج مراج بندازن. برادر محترم، فعلا طالبا ایت تمرکز سر شمال نداره، سر هیچ منطق مناطق افغانستان، چون تمامنش خاک افغانستان است و اندن نا کسی نیست که بیای در مقابل طالب استاد جواب بگه که تو ای کار میکنی یا نمیکنی، کلش خاک اجازه است این پرسش رو مطرح کنم. بفرمایید آقای اکرمی شمس، من به نظرت احترام میگذارم، شما یک رویای دیرینی تانه نمی است که لر و بر باید یک شوین، یک افغان هستیم. بله افغان هستیم، خاک ما بوده. اینمو افغانی که تو آرزوی شه داشتی و حتی پیام میداد افغان ها که با دخترای جوانشان را با پشتونای پاکستان یکی کنن تا پیوند عمیق شود و از غیر قابل فاصله باشه. وقتی در اقتدار پاکستان به نام انورالله کاکر تکیه میزنه، او یک پنجابی نیست. بله. او میگه اینمی افغانی که در افغانستان است، تعلق به مردم افغانستان میگیره، امروز در پاکستان است، نمکرام است، بابی از اینا ناموس فروش بود، ما را با تمام مال و دارایی ما، نیاکان ما را برای انگلیس فروخت. یعنی از تو یک خاک فروش، یک ناموس فروش، یک نمکرام بی پاس در رسانه، یک کسی که در اداره موقت پاکستان صلابت صدارت داره، موقف صدارت داره، برای تو به نام انورالله کاکر میای، یک پشتون است. یعنی تر پشتون به اوصاف میشناسه. آیا واقعا این رویای شما با این برداشت پشتون از شما، پشتونای پاکستان، تحقق یافتنی است، یا که واقعا مثل نیاکانتان در امی یخ می نویسین و در امی آفتاب میگذارین؟ ببین آقای فروتن جان، این هم یک سیاست پاکستان است که چرا یک پشتون مثلا یک قدرت داده که بتانه مثلا پشتونایی که در افغانستان یا مهاجری که در پاکستان است اینا خارج کنه. به خاطر از این که اگر خود ازی پنجابی هم کار همچی کار را میکردن، اون وقت تماما همی پشتونایی که در پاکستان است که به حساب لر برستن، اینا بر پا میخیدن، استاد میشن، میگن بله اینجا مسئله پنجابی و افغان است، ما افغان هستیم، و وقت سر صدا میگه بنان اینا نمی که آدم میره که شما شخص را گرفتین که ناس میشه گرفتین که پشتون است، اینه به جای مقرر کردن که ای بگه ای کار کردن، نه یک پنجابی که فرض مثال که ما تضاد داریم با پشتوناک، با کسانی که با پشتو صحبت میکنه با اینا. این هم یک چال پاکستانی است که پاکستان خودشان خود همین پنجابی ها در معرض خطر میبینند، احساس خطر کردن که والا این پاکستان تجزیه میشود، پاکستان هم چیزی نمونده دیگه، امروز سبا انشالله که تجزیه میشه و خاک میکن به حساب از دست ما. سپاس آقای اکرمی شمس، همین کسایی که پایین برنامه هستین ببینین، ولو طالب امایت میکنین در مورد خط دیورن را نظر دارین، ولو مخالف من فروتن میاین حرف میزنین، دشنام نباشه، تصویر باز بکنین. ما بسیار اکانت ها بالا درخواست روان میکنین، یا میبینم که اکانت مستعار است، میفهمم تصویر نمیتین بالا نمیارم. اگر تصویر داده میتونین، دشنام میارتان نیست، در فرهنگتان نیست، افهام و تفهیم بلد هستین، بیاین بالا حرف بزنین. آقای شمسی پکتیاوال، خودت درخواست روان کردی بالا آوردم، کمریت باز نبود پایین انداختم. آقای فروتن یک سوال تا جواب ندادم، میگم جواب بدم. بیا با منطق حرف میزنیم. آقای اکرمی شمس به شما برمیگردیم، بگذاریم سوال. من یک سوال تا جواب ندادم، من یک سوال تا میخوام جواب بدم، یادم رفت که جواب شد. درباره ناموس گفتی که به حساب چرا مثلا دخترای افغان و پاکستانی ها همین پشاوری ها سوال میکنه که بیا. در این جای شک نیست که در این طول 20 40 سال بسیاری بچه های افغان دخترهای پشیده گرفتن، به حساب پشاوری گرفتن، ازدواج کردن، اونا هم فرق نمی کنه. ما پشتون هستیم، همو پشتون هاست، همو افغان ماست، اونا خود پاکستانی نمیدانن، اونا خود افغان میدانن، لر و بر میگن، یک کلم و یک افغان هستیم. در این کدام جای شرم نیست و هر کسی که بیادر دو تخته که جور به حاجت نجار نیست. سپاس آقای اکرمی شمس، شما می مایکتون رو ببندین. قبل از اینکه از سلطانی چیزی بپرسم، آقای شمس پکتیاوال، برای بحث کردن آمدی یا برای خدای نخواسته که برنامه رو به سمت دشنام و فلان و فلان؟ بیبی اگر یک آدم فش میته، فقط اینمی رو برای بیننده میرسانه که از چگونه یک زنی به دنیا آمده، چگونه یک تربیه داره. اگر خودت زبان دشنام بود، طبیعتاً تربیه والدین را زیر سوال میبری. به من فروتن آسیب نمیرسم، یا در کامنت به من خیلی مردم دشنام میتم، من کامنت نادیده میگیرم. اگر من
دنبال خواندن کامنت باشم برنامه خود پیش بردن نمیتونم. خودت به صفت یک انسان پکتیاوال تخلص میکنی، یک وطن افغان ما، امروز که وقتی انوالالله کاکر خودت را کدام کاکر و نمی نخست وزیر پاکستان، اجازه باشه که من پیش شما مطرح کنم. این یادم امروز نخست وزیر موقت اداری پاکستان است. گلخان او را ما گلخان میگیم. خب هر چیز که میگی قضاوت مربوط خودت. این یادم میگه افغان یعنی نمک حرام، افغان یعنی کسی که مرا میگه بابای ما 100 سال پیش به انگلیس فروخت، باعث ناامنی پاکستان اینمی مردم است، هر چاجل اینا را میگه دیپورت به افغانستان. آیا ای دیپورتی واقعا بین طالب و نظام پاکستان یک تفاهم نامه ایجاد شده که پشتون را به افغانستان جمع پاکستانی ها روان بکنن تا زمین و جایدات و دارایی های منقول و غیر منقول غیر از افغان که تبارش ازبک یا هزاره و تاجک است تصاحب بکنن، یا واقعا همین شعاری که آقای کاکر میده به صفت نمکرام یا یک اشخاصی که هیچ گونه عزت و شرف ندارن در پاکستان نیاز نیست، باید هر چی آجل اخراج شوه. خودت به کدام باور هستی؟ من نه گوری، اول خبر داده سی انوار الحق کاکر دومره شخص نده چې موږ خبرې پی وکړو. هغه یو موقتي هلته ناست ده، یو ګلخان ده، یو د کرایې سړی ده. دا لکه زما او ستا چې لانجه یي او ما او تا یو څوک راواخلو هلته یې په چوکۍ کښېنو چې ودرې زموږ تر څو انتخابات کوو تر هغو ته دلته کښېنه. انوارالحق 15 کاله په لندن کې په افغاني اسنادو تیر کړي دي، ثبوت یې دلته په میډیا کې شته. پاتې شوه خبره بله، دا لر و بر هر کس کی میگه که لر و بر گومی خوره، لر و بر نیست. دشنام نت بزرگوار لطفا آقای اکرم شمس ات بابر گلخان دشنام جایز نیست. گوشکو فروتن، شما کدام پیر نیستی کدام بزرگ نیستی؟ ما آدم هستیم آقا، اد یقل زبان داریم. تو که آدم هستی گوشکو اگر از اگر نیست دا دا تیک توک لایو دا فروتن، دا دا تیک توک لایو دا. ما تا پا جماعت کی نیو سره ناست، پا مدرسه کی نیو ناست، پا لایو کی دلتا خبری که سب ما پا جماعت کی خودشی. آقای اکرمی شمس پاکتیوال ما عرفای تمشنو اینمی لایوی که خودت امی لحظه عرف میزنی اینمی را فردا در فیسبوک میبینه مردم، ما خودم ریکارد میکنم پخش میکنم، در یوتیوب میبینه، در تلگرام میبینه. اگر منی فروتن شاید ما تو هیچ گاه جور نبیاییم، شاید ما تو با همین دو تفکر اگر ما گیرت کنم شاید چی بلای سرت بیارم، اگر تو ما را گیر کنی خواهد چی بلا خدا آوردی. چرا؟ نه هدف مرامم ایجاد خراسان است، هیچ گاه نمیگم که افغان است، می واقعیت است. خودت یک افغان هستی، ولی آقای پکتیوال سوال بگی بی. یک سوال کدی اول جواب نمی بی بعد دیگه سوال کنی فروتن چطور کرباستی؟ یک سوال کدی اول خود یغی جواب واخلا ورست بیا سوال وکا په پښتو پوهیږي؟ ګوره اول چرا داشنام میتی یک سوال؟ نه ز بانا میگه پای خدا بزن اگم کو کی وقت زیاد میگه. آقای سلطانی گربه میگه اینه فروتن خیر مولا گپ گربه سلطانی صاحب گربه دیتا تعریف که گربه سو معنی گربه معنی کاش کی چی ما د عمر دریز دا گربه کدام دا و نیست او برادر، شما کی پښتو نه میفهمی مشکل شما است. گربه کدام دا و نیست، کدام حرف غلط نیست. ما گربه یک چارپای را میگیم به نام پشک. لطفا او را نگو، منظور از این یک جمله است که به لغات پښتو استفاده میشه که او را گو دا و نبود. نه گربه پښتو دغه تا یوری تعریف کی گربه یعنی شما صاحب لایف هستی، صاحب خانه را گربه میگه. خب ببخشید که من فکر کردم تو گربه اونو پشکی که در خانه نگاه میکنم. همیشه شما فکر شما غلط است. همیشه شما ما گربه میگیم شما گربه میگی، یعنی گربه صاحب خانه را میگه. شما اینجا صاحب لایف هستی، صاحب خانه هستی، ایره در پشتو گربه میگه یعنی میزبان میگه ایره. علی فهمیدی که نه؟ سلامت آقای اکرم شمس. امین لروبر شدن لروبر نیست، لروبر نیست. مردم به نام نمکران همزبان های طرف پاکستان بیرون مندازن. ما
ما یک پشتون هستیم، میفهمی؟ علی شما شناختی در تیک تاک، مردم ما را میشناسه که ما چی رقم دریز داریم. ما لرو برو دیگه و دیگه را نمیفهمیم برادر. پشتون که در پشتو صحبت میکنه باید بگویه که ما افغان هستیم. لرو بر چی است؟ جغرافیه پشتون از افغان است، از افغانستان است، از خاک افغانستان است. باچا خان که گفت که لرو بر، او نمیم گل خان بود. ما خلاف از باچا خان هستیم. 5 سال پیش گفتیم چه آقا تاجک رور، آقا زاره رور، آقا ترکمن رور، چه دی افغانستان تشکیره پا جوب کی دا پا دی جمهوریت کی دی افغانستان خطون را تا ساتی، سرحدون را تا ساتی، پا دی گلخانان و دی دیگو دی سپی بلاو گرزی. شما که ما را نمیشناسی قوم پرستی میکنی، یک دیگه گا پاست. ما خو خلاف تاجک نیستیم، ما خو خلاف ازبک و ترکمن نیستیم، وطندار من است. چرا خلاف باشم؟ دی هر یک سڑی خلافیم چه دی پشتون تا احترام نلری. ما یک پشتون هستیم، وارث اینمی خاک هستیم. وقتی که دایی مملکت، دایی وطن پشتون تا چی احترام پکی اونسی، زد آغا پیر نمانم، داغ بزرگ نمانم، داغ زیارت نمانم. زد تاجک تا اونوری آیم. آقای اکرم یک دکا، یک دکا فرو. سوال ایجاد میشه بذار بپرسم. زد تاجک پل اونور بولم، ترکمن اونور بولم، ازبک اونور بولم، مزار اونور بولم، وطندار بولم. شانس پکتیوال، احترام همیش متقابل است. اگر خودت به صفت یک پشتون، یک تاجک تبار، یک ازبک، یک هزاره را احترام بکنی، او هم احترام میکنه. انسان ها به شرط که خود را افغان بگویه. و یک چیز آقای پکتیوال، که خود را بگویه که ما به صفت یک افغان. فروتن یک در مورد طالب امی انگیزه چی است؟ طالب واقعاً فرزندای اصیل بومی اونم سرزمین است، یا طالب یک کتله تروریستی افراطی آدمکش با اساس اجازه بدید با سوالی جواب بدید؟ من نوبت من است گفتم. ما میگیم، ما برات میگیم په پښتو کې درته ما فروتن ولې چې د ما دومره دری می نه دز دشه ګوره قربان نشم. که په جمهوریت کیو، که په خلق دیموکراتیک ګوند کیو، که د مجاهدینو په دور کیو، که هر څوک په د هر قوم نه جاسوسانمو، وطن فروشانمو، په طالب کې مسته. اما که دلته یو څوک راجګیږي د طالب په سر باندې ټول پښتون د وطن خلاف بولی، تر هغه نه غټ جاهل سړی نشته. پردا په دغه طالب کې داسې خلک دي چې د پنجاب نه د تا نه زیات نفرت دی کوي. په دې طالب کې داسې خلک دي چې د تا پنجابۍ دومره بد نه ایسي لکه د دې طالب چې څومره بد ایسي. ټول طالب به نه، په هر قوم کې جاسوس شته. په پښتون کې هم شته، په تاجک کې هم شته، په ترکمن کې هم شته، په هزاره کې هم شته. دا د موږ بدبختي ده چې موږ جاسوسان لرو. اما د یو فرد د یو خاین د وجې نه به پوره قوم ته توهین کول، دا د ما په نظر تر دې نه غټ جهالت بل څه شی نشته. دا د یو جاهل سړي کار ده چې د یو فرد. آقای اکرم شمس، امی طالب خوب و بد را از چی تفکیک کردی خودت؟ ما ته پښتو کې وایې تاسو شو اکرم شمس دی تا چې اکرم شمس ما ته مو پښتون شمس. امی طالب خوب و بد را با کدام معیار خود تفاوت قائل شدی؟ یعنی اگر طالب خوب داشت، 2 سال از دروازه مکتب بسته است، اما طالب خوب نشان بده که رفته باشه دروازه مکتب باز کرده باشه که دیگه دخترای وطن کس حق نداره که از درس محروم کنه. صحیح. وقتی که اتفاق نفتیده پس در طالب ما خوب خونه میبینیم. خود خوب از کجا پیدا کردی؟ صحیح. یک دک طالب اینجا 20 سال جنگ کرده، 20 سال جنگ کرده. علی طالب میگه که ما ز لپانتون نمخ کی، لمکتب نمخ کی، لهرشی نمخ کی، ز غواړم خپل ځان جوړ کم. ما دلته 6 کاله قربانی ورکړې ده. 6 کاله دلته طالب جنگیده، د امریکا خلاف جنگیده. ما تخپل اردو مهمه ده، ما تخپل ځان مهم ده،
زه چې ځان برابر کم دا غنه ورسته د پانتونم در تخلاصوم په خپل ما یاد چې څه شی زما په مذهب کې دي د تا په خولې نه خلاصوم د دې وطن وارث زه یم چې هر کله مې ځان جوړ کړ پانتونم در تخلاصوم په دا شل کاله کې په دا شل کاله کې دا پښتون چې در په در خاورې په سرو په هغه وخت کې دي ولې په پښتانه خوانه بدېدل طالب کې آمده فروتان برادر با انتخابات نه آمده به زور آمده به زور به جنگ آمده او را تو رای ندادی که اینجا آمده او را تو میگی که ای را واس کو ای را بند کو او به زور آمده آقای اکرم شمس ای کاش طالب به زور میگرفت او برادر با همکاری امریکا بگو آمده یک واقعیت بس شما برمیگردید خب 20 سال شما برمیگردید خب 20 سال بزرگوار 20 سال که اینجا 20 سال که اینجا بزور امریکا شما ششته بودی علی او ششته است تکلیف چی است تو سپاس اکرم شمس به شما برمیگردید پکتی اول سه به شما برمیگردید ما یک تا ببندید آقای رضا سلطانی بزرگوار همین سوالایی که از آقای پکتی اول داشتم دارم کل موضوع را گرفتم اول که اکرم شمس سلام میگم آقای پکتیاوال هم خوش آمدگویی میگم دوستایی که در پایین لایف هم هستن تقریبا 800 نفر خب هر کس دیدگاه خود داره ولی در مجموع که میخواییم بیایم تقریبا بین 1% تا 65% برادران پشتون موافق طالب هستن ایره در طول دو سال و چند ما نشان دادن ایره ما نمیتونیم این کار بکنیم چون بقای خود شما در کابل در پل باغومی یک تکسی را سوار میشین یک تکسی میگه آخرین مسیرم در کجاست میگه کارت پروان ما بیشتر نمیرم پشتونای با سواد و تحصیل کرده و تاریخ دان به این گپ موافق نیست پشتونایی که در لر و بر باور دارن با بدن لر و بر و با بدن بالاخره خط دیورن پاکستان هم بقای خود میبینه که هر 20 سال و 15 سال بتونن نظام افغانستان که چی به توسط رای آمده چی به توسط آمریکایی آمده چی به توسط زور آمده سرنگون بسازه و این متوجه هستن او بخشی که 35% هستن این 65% فقط برتری جویی خود در افغانستان میبینه که نظام دست ما باشه ریاست جمهوری دست ما باشه ما دعوای اکثریت کنیم دیگه مهم نیست که در قندهار هلمند و پکتیکا و روزگان بچه پشتون درس بخونه تحصیل کنه پیشرفت کنه ای یک دو و اینا گفتن که پاکستان ترس داره ای اکرم شرم گفت که پاکستان بالاخره تجزیه میشه و چطور میشه تا روزی که پاکستان نفس میکشه در افغانستان یک حکومت واحد و استوار و محکم بر اساس رأی مردم باشه به وجود نمیاد چرا که یک بخشی حلقه مزدوری در گردن خود انداختن که این خط دوران به خاطر همین گپ ساخته شده بیایم یکم واقع بینانه صحبت بکنیم پاکستان ما هیچ وقت نمیتونیم به چهار تا پلپران و پلچکپران و بالاخره که تمام رهبرای از اینا در طول 27 سال خانهشان در کراچی هستن خانهشان در بعضی جا هستن در گیرو هستن شاید در بین طالبان آدمای وطن دوست هستن این را شک نکو این که طالبان بخواین نخواهیم حالا ما طرفدار طالب نیستیم در علیه طالب مبارزه میکنیم واقعیت جامعه هست اما میایم سر واقعیت جامعه که چرا واقعیت جامعه هستن پاکستانی ها با طالبان تفاهم کردن حتی به یک کشور دیگه هم تفاهم کردن که من نامش نمیگیرم در اونجا هم یک سر گپای شد که چرا این کارو بکنن همیشه طالبان با واجه ها بازی میکنن تیکسی رنگ کو خط فلان بکو یک دفعه با پاکستان یک سرگه پای را جنگ داره جور کو با ازبکستان جور کو با ایران جور کو که جلب توجه کنه افکار عمومی در بیرون در داخل به نفع از اینا بالاخره کمپین کنن که تا دنیا را قانع بسازه که مردم حاضر از در سخت‌ترین شرایط به پاکستان فشار سرش هست ولی دنیا میگه که 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون مهاجر بعد از که نظام طالبانی آمده فرار کرده نه این مردم آمد هیچ عکس العمل نشان نداد برعکس استقبال کرد نماینده طالبان در سفارت گفتن که پاکستانی ها این نظر خودشان هم. اینا یک تفاهم با ایرانی ها و با پاکستانی ها کردن که در ایران او گفت خونسا شد هفته قبلی ولی در پاکستان هنوز هست اینا که دعا میکنه که پاکستانی از ما میترسه که ویا را میکشیم این خواب است و خیال است و جنون است زمان پاکستان از ما میترسه که لاقل 45 سال قبل بود لاقل 40 سال قبل بود و حالی که ما تقسیم به تاجیک شدم تو تقسیم به پشتون شدی او تقسیم به نورزه شده ای تقسیم به اچکزه شده ای تقسیم به فلان شده استخبارات بیرونی مای تو را تکه تکه کده پاکستان هیچ وقت با مای تو نمیترسه ای را بیخی به صراحتن برد میگم که هر وقت 40 سال یک حکومت مثلا استوار بر اساس رأی مردم کل مردم از او حمایت کنه افغانستان اقتصادش پیش بره نظامش پیش بره در چند بخشایی که بالاخره
بتانه که خود گسترش بده، بعد وقت شاید یک زنگ خطر برای پاکستان امسالش باشه. بیایم خوش باور نباشیم، بیایم یک کمی عقلانی فکر کنیم. این گپ دوم ما. گپ سوم ما، این برادرم میگه که 20 سال شما به توسط امریکایی آمدین حکومت کردین. یک دفعه بیایم اجازه بدی آقای پکتیاوال، ما دیدگاه مرا خیلی ها میفهمم. ما میگم که به خدا قسم کسی که وجدان و غیرت و همت داره بدون پشتون در سرزمین حکومت کنه میشه، بدون تاجیک و ازبک و هزاره هم نمیشه. پدر پشتون به زور دیگه حکومت کرده نمیتونه، یا پدر ازبک و هزاره و تاجیک هم نمیتونه. آقای پکتیاوال فهمیدی؟ بازم میگم که پدر یک قوم و یک سمت و یک زبان در این سرزمین حکومت کرده نمیتونه که چی پشتون باشه که 20 سال پول و پلچک پرانده، چی او تاجیکی باشه که به برادری باور کرده، آقای کرزه سرشانه خود سوار کرده، نمیتونه به تنهایی حکومت کنه. ازاریش ازبکش تاریخی را نشان میده. ای که 240 سال یک گپ رقم خورد، مردم گوسپندی بود با یک کمربند، کلش بالاخره در کمیساری میبرد، با زمین خود اعلام میکرد، از مشرقی می با زمین به نام خود نشسته. میگم از ولایت قندوز هستم، کل گپ میفهم. اینجا نامدم یک نفر به سواد و به تاریخ باشم که تو بس کنم. ای را بپذیر، ای که تو عقده داره در برابر ما، در برابر تاجیک، در برابر ازبک، تو میگی که ما مشکل نداریم، دروغ میگی. ولی ما به خداوند خدا قسم میخورم که نهلت بر کسی که گپ قومی و سمتی را دامن میزنه، نهلت بر کسی، اصلا از دایره اسلام دور است. تو که برادر پشتون، من میگم که ازبک هم نمیتونه پدرش به تنهایی حکومت کنه، هزاره هم نمیتونه، تاجیک هم نمیتونه، سرت بر نمیخوره. گپی که پشتون آمد، او بدر پشتون هستی، افتخار تو سر پشتون بدن خود، افتخار تو سر اوغان بدن خود. ما خو مشکل نداریم برای تو، بحثی است که دیگه مردم نیست. اگه تو میتونستی حکومت کنی، بیام بره کوتا مجبور بحث ای طرف آوردی. اگر در 2 سال و چند ماه آدم کشتی، زندان کردی، آواره کردی، دست به هر کاری زدی، جوانا را در زندان میندازی، باز با پول و پیسه بالاخره آزاد میکنی، دنیا هم تو را سر سینه مردم سوار کرده، تو نتانستی، هنوز مردم در برابر تو استاش تو را به چالش کشیده. ای که تو آمدی به توسط بی 52 یا به توسط کشورهای بیرونی، به توسط زدبند که آمدی در این سرزمین حاکم شدی، هنوز تو هویت پشتونا را زیر سوال بردی. این کشور معروف به کشوری دشدفکن کردی، این کشور پایگاه تروریست‌ها جور کردی، این کشور بدون بیرغ کردی، بدون سرود کردی، بدون بالاخره کلتور کردی، این کشور یک کشور بی صاحب کردی به نام امارات فلان. تو اگه یک پشتونی وطن دوست هستی، بگو برادر طالب واقعیت جامعه هست، بیشتر ما گفتم در صورتی که طالب یک طرف قضیه از مردم افغانستان، اجازه بدید نه دو پل میپرانه، سرزمین مرا مردم مراوره کده، آقای سلطانی مرا بالاخره به این حالت رسانده، بعد یک واقعیت جامعه هست. در غیر از طالب کنم کار مثبتی را نکده. من خواهشم وقتی که در بحث میگیم بحث کنیم، من میگم وقتی که تو به زور میگی حکومت نکنم، ما در برابر پدر و پدر کلان طالب تا روزی که زنده هستیم استاد میشیم. این که طالب است، طالب نیست، پاکستان است، آیسای است، استخبارات بیرونی است و آمدن به خاطر منافع خودش، نه به خاطر منافع برادر پشتون. به نیاز خدا برادر پشتون کتمه زمینش یک پلوان در بین ماست، در یک مسجد نماز میخوانیم.
بچهش مکتب نرفته، خانهشان در مشرقی، بچهش که در قندوز خانهشان است، دانشگاه و پنتون خلاص کرده، او که در ارگون چی زندگی میکنه، خدا شده بچهش مکتب نرفته. چی افتخار برای تو آورده که میگی به زور آمده حق داره مکتبم؟ چرا این کارو میکنه؟ پاکستانی ها میفهمه که در افغانستان پشتون تحصیل کنه، ازبک تحصیل کنه، هزاره تحصیل کنه. سپاس سلطانی سر. یک نظر. آقای سلطانی. آقای سلطانی. آقای سلطانی. پشتون نیست. سپاس آقای سلطانی. آقای پرتیوال مایک تباس کو پرسش مرا پاسخ بدی. آقای پرتیوال مایک تباس کو. یک دقیقه یک دقیقه میگه هیچ قومی در افغانستان نیم ساعت اینجا سلطانی خودت میکنه. پرتیوال بعد پاسخ بگو. آقای سلطانی بینیمی نظر است هیچ قومی در افغانستان بزور نمیتونه حکومت بکنه ولو اگری پشتون ما شنیدیم، ما گفای آقای سلطانی را شنیدیم، ما داری میفهمیم او برادر. گوش کوالی وزاشی گوش نیسا لکه ما چی گوش نیوالی گورا کچیر تا طالب خالی دی پشتون دی اخبار خدمت کوالی نو دی کشتپی کنال بای پو شمال کی نشروع کهو اینجا منظور کشتیبانه است. نه گوش کو فروتن، گوش کو آقای فروتن از کشتار پلچک پراندنش که گوش کو پرسوشم کردی، سوال کردی و جوابم گوش کردی. سلطانی را وقت دادی، ما را وقت بیتی، ما خو دو نمیزنیم اینجا، نه توهین میکنیم. خبر و آورد کچیر تا دلتا طالب پشتون پرستی کولای نو دبا پو پکتیا کی دی مچلغو پو بند بانی کار شروع کردی، خپلو پکتیاوالو تا بیاول بند جوړ کردی. پشتون دی افغانستان دی جغرافی وارستا تاریخ دی افغانستان پشتون جوړ کړی. دلته پشتون ته دسی مای آئی نن چی سره کم پشتون په دی وطن بانی حاکیم ده، دی پشتون یو نپر را ولاړیږي، دی تاجک دی کونډی ته مرسته ورکوي، دی هزاره له کونډی سره مرسته کوي، له ترکمنو دی پشهی و دی بل و دی بل. قوم پرستی پشتون نه کوي ولی چې پښتون د دې جغرافي وارث ده، پښتون د دغو ټولو قومو مشر رور ده. پکتیاوال نه داسې مې پرېږده چې ټول کیره سلطانی صاحب را کې وخت دادی، وخت بې تیو فروتن سوال مرا بگی چرا مداخلت میکنی؟ حالا تو وقتی پښتون تو بعد خود کنه آقای فروتن بان گفت وخت دادی چرا مداخلت میکنی؟ آقای فروتن بان گفت خود کنه. منظورم این است که تو طالب را همه کیش پښتون میدونی یا طالب نمایندگی از پشتون میکنه؟ امیر کای وضاحت بتین که وقتی میگی بنده پکتیا رو شروع کرده. بله بچشم وضاحت میتیم. ملا عمر کی بودم پشتون بود، علی هیبت الله کی هستم پشتون است، 90% طالب پشتون است، 10% تاجک ماست، ترکمن ماست، ازبک ماست، دیگه و دیگه ماست. شل کال دلته د پشتون سره ظلم وسو، د پشتون په کور چاپه ولویده، پولی چرخی زندان ټول پښتون ډکو، په مزار کې دی عالم خیل قوم ټول زمکی دغه مزاریانو لاندې کړه. بس سلطانی سے بگذار ار بزنار مای تا آقای سلطانی مایک ته مسئله نه 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 سلطانی صاحب گوش کن بدار بچه سلطانی صاحب گوش کن یک تعداد تاجر بازار میایم میگه که طالب پښتون نیست. بگذار آقای پکتیاوال گوش کن سان چیزا وضاحت میده برادر. گوش کن سلطانی صاحب چی تو مداخله ما شنیدیم اینمیت را گوش کن. ما خود داو نمیزنیم په پکتیا، په لویه پکتیا، لوی کندهار، لویه مشرقی کې هزاره ورورم ستا، ترکمنم ستا، پشهیم ستا، ازبکم ستا. یو نفر دی راجک سی ودی یی چې کوم پښتون دی د دکان لاندې کړی، د ځمکې لاندې کړی. زه زر کسان در شیم چې په مزار کې ځکه خلګو لاندې کړی چې غازی امان الله خان او ظاهر شاه ورکړی وي په دې جمهوریت کې د پښتنو ځمکې دغو ازبکو، ترکمنو، تاجکو لاندې کړې. په دا لوی کندهار، په لویه پکتیا، په لویه مشرقي کې دي یو نفر راجک سی ودی یی چې پښتانه له ما سره ظلم کړی ده، پښتانه زما دکان لاندې کړی، پښتانه زما کور لاندې کړی. ما ظالم نیستیم او برادر، ما طرفدار طالب هم نیستیم. یک دکه آخری سوال پرسش بگیو برادر، پاسخ بگو. یادم میره شما گفتین که 90% طالب پشتون است. من به این باور هستم، با خودت هم فکر هستم، ولی یک تعداد تاجک و ازبک بیعقل میایه کتی هزاره میگه طالب بیعقل نیست، او مرد است،
او مرد است. شما به نظر شما بیاکل است، به نظر ما مرد است که امرای پشتون استاد است. او مرد است. آقای پکتوال میگن که طالب پشتون نگوین، طالب نمایندگی از پشتون نمیکنه. خودت به صفت یک پشتون پکتوال وقتی 90% طالب میگی پشتون است، پس طالب نمایندگی از پشتونا در افغانستان میکنه یا نه؟ گوش کو، گوش کو. ما شما را گفتیم، یک بار نی سه بار گفتیم که ملا عمر پشتون بود، 25 سال پیش کی طالب آمده رهبر او نمی پشتون بود، علی که رهبر است اون پشتون است. یک پشتوش میتونم هم یاداشت هاشم یک دکه لکه سره کم چنون پا طول افغانستان بانی پشتون حاکیم ده. والله بالله که تاسی پی حاکیمان وی که پشتانو دسی زوند کرده وی لکنونی چی تاسی کوی عالم پشتون شما را میگه که وطنداری ماستی، برادری ماستی. پاکتیا والسر، من رمی حرف خودت خوشم آمد، در چی راستش؟ یگانه پشتونی هستی که بدون ماسک مالی میایی میگی که ملا عمر پشتون بود، ملا هیبت الله پشتون بود. 90% طالب پشتون است، حاکمیت هم دست پشتون است. همین تو واضح میگی. بله. اینمی مردانگی تست آقای پاکتیا وال. من به صفت یک بچه تاجک برات میگم، حرف تو واقعیت است. هر تاجک بیشرفی ازاری بیعقلی ازبک که میایم میگه که طالب پشتون نیست، حاکمیت به همه مردم افغانستان برمیگرده، اونمو بیعقل است، اونمو نمیفهمه. حاکمیت امروز در دست پشتونا است که گویا 90% واقعیت شما میست که 90% طالب پشتون است، رهبریت شما در دست پشتون است. کانال قشتپه را یاد کرده ملا هیبت الله فرمان صادر کرده که تا امضای من نباشه یک بیسو زمین کس حق نداره. این یک پشتون است یا نیست تو برادر؟ پکتیا والسه، برای کسایی که میگه اقتدار در دست پشتون نیست، پیامت برای اون مردم چی است؟ اول برات گفتیم که اگر پشتون کچیر تا پشتانه قوم پرستی کوله، ولا که کانال قشتپه په شمال کې جوړه کړی وای، د پښتنو بندونه به تړلی و. اول چې دا تاسو یې چې حقانی شبکای نامی تور و نامی تور، دا د پکتیا د مچلغو بند به جوړ کړی و. په شمال کې تا ته خدمت شروع کړی، ته بیا هم خلاف یې. چیرې تانور نامی قشتپه را جوړ نکده؟ چیرې دوستم جوړ نکده؟ چیرې نامی ډبل عبدالله جوړ نکده؟ یک نکتایی از چند میگیره، یک اونمی موفلر از چند میگیره؟ پشتون در دین وطن واریش در پشتون کنال قشتپه را اشرف غنی احمدزی سنگینایش گذاشت، در نظام جمهوریت بودیجش تدارک دیده شد. یعنی اشرف غنی احمدزی پشتون بود. آقای فروتن، اشرف غنی پشتون بود. یک دکه، اشرف غنی احمدزی پشتون بود، من پشتون هستیم، دکتر نجیب پشتون بود، این حکومت پشتون کده، اینمی خاک پشتون است او برادر. تو را که برادر میگیم دا دیمال لویواله دا چه تا تا وطن دار. آقای فروتن، پکتیاوال صاحب یک دکتر شما پا امرا یک کس جور نامدی. فروتن، از یک کس جور آمدی، یک دکتر، از یک کس جور آمدی، از کتی دکتر نجیب جور نامدی، کتی ملا عمر جور نامدی، کتی کرزای جور نامدی، کتی غنی جور نامدی، خای اشکی جور میایی. پاکتیا والسیب گوش بگی، خار نشی. دکتر نجیب تا حکومتش چپا کردیم، از داوود را هم سرنگون ساختیم، از شاه امان الله را هم زدیم، از ملا عمر هم ختمش کردیم، از هیبت الله را هم میزنیم. چرا؟ ما نمیخوایم که 90% یک دکه حکومت دی د فرانسه په زور او د پنجاب په زور مات ک، په خپل زور دی نه ده مات کړی. ته چی شی لري غیر از ګندنه چی داری او برادر؟ غیر از ګندنه چی یاد داری؟ غیر از دمبوره او ګندنه کدام دیگه چیز داری؟ یا ګندنه داری یا دمبوره داری، دیگه چی داری؟
د ډاکټر نجیب حکومت چې مات کوم دی فرانسې په دغه دی مات یک دغه سلطان سلطانی سه او برادا بیک سوري لري په هغه کې مردم اسه او برادا یک دغه په پالونی از فلنګ یک دغه په فلنګ بهوبتی از فلنګ به تاریخي از ایره کی گفت که به نمایندگی پښتون بیا یا یک پکول رسر په ځان باور کوي ور نو سوګان انمي اوغای پارتیوال می حرف دل مرزت خوش خونی سر خوش خونی سر خوش خونی سر خوش خونی سر خوش خونی حکومت از ډاکټر نجیب کې از بین بردی به زور فرانسه او به زور پاکستان او دیگر چی میگه یادم میره اوردی بس میکنه خدا آقای سلطان حسین ای چی میگی تو حکومت حکومت ملا عمر کی از بین بردی آقای یه دیگه یادم سلطان حسین بی بی بان من چی کنم میگم دکاف گوش کو یک دکاف سلطان نجیب دمیلی تونگ سوار بود یا چی میگه؟ بعدی فکر بود که شوروی باید در افغانستان زده شود و ما کمک کرد اجازه بیتی اجازه چی؟ اجازه بیتی آقای فروتن او ببرک کارمل در اجازه بیتی آقای فروتن ببرک کارمل در میده توفنگ توبه دکتر ندیب نمید او ببرک کارمل تاجیب بود کامل تاجیب ببی بچه سقای بچه سقای در میده توفنگ انگلیس ها آمد امان لاخانه زد امان لاخان جنگ نکرد سبر سبر گوش کن حکومت ملا عمر را که از بین بردی به زور امریکا بردی به زور خود نبردی برادر به زور امریکا برد حکومت طالبا را ما در برابرش که امریکایی ها باید داشتیم که آزبه تو چی میگی؟ خبرو تا جواب بر کن تو اصلا چی میگی؟ گفزده خودم میفهم بگم چرا حکومت طالبا را باید داشتیم فروتن سوال کدی جواب را بگینی مایکی نمیره بسته کو حکومت ملا عمر کی بردی بزور امریکا بردی حساب شما نبردی امریکا برده و نمیره سلطان چه یک دکه 5 سال افغانستان را مسخره بود سلطان چه خوش کن بی تاریخ کرد 5 سال سلطان چه را خود نغم نداره تو یوم صفر و حکومت بود آقای سیاره پشتونی که از این رقم حکومت حمایت کرد با بیرق امریکا را پنجیر پای کرد با بیرق حکومت پنجیر امریکا دکتر نجیبم شما چی تاریخ دارید؟ تاریخی که مزوری که جیبی باشید شما چی تاریخ دارید؟ تاریخی شما دنبوره است یا زندانه؟ تاریخی شما دنبوره است یا زندانه؟ کدوم تاریخ دارید؟ چی دارید؟ به ازدار غیر زندوره و زندانه چی دارید؟ تاریخ است؟ چی دارید؟ او برادر همزمان صحبت نکنین او برادر سلطان است خوش کو تاریخ با پلچک برندن است تاریخ به انتاری است تاریخ بلا خود مزدوری که جبی شده از دنبوره بهتر است از دنبوره بهتر است دنبوره نسلی در کی آمده نسل دنبوره نسل دنبوره نسل دنبوره غیر از دنبوره از دندنه دیگه چی داری؟ یا دنبوره داری یا دندنه داری دیگه چی داری؟ تاریخ شما چیست؟ او بدر تابین بعد است آقای اکرم شمس نوبت شما است زنده باشی آقای فروتن بیری اکرم اوش رزو چی دلتا خبری کنم سلطانه این مایکی را خلاص کی نه نه آقای فروتن این مایکی تخواب خلاص نکو آقای فروتن این آدم تاریخ کلگی خانده ای لازم نیست که بیده تو بیایی مثلا دروغه بودی چی میگه؟ این میگه که به توسط امریکایا حکومت تروریستی کور ملا عمر سنگیزون کردیم اجازه بدید آیا کور ملا محمد عمر کی به وجود آورد کی حمایت کرد
امریکایی ها با پول عربستان ساخت به این سرزمین آورد، به اهداف خود نرسید، مجبور شد یک تروریستی به نام القاعده آقای اسامه بن لادن دختر خود داد به او وصلت کرد، خیشی کرد، بند ماند. بینی دلایل این سرزمین 5 سال بالاخره به سرود و به بیرق و به فلان بود، یک دولت بالاخره دیمبند برابری استاد ربانی تا بالاخره تا تخار نشاد اول نمایندگی کرد. و اینا به چیزایی را میگن آقای سلطانی که ما چیزی را نمیفهمیم. یک دقیقه صبر کو، اکرم شمس نظر بده، دیدگاه نظر تا بیان کو، با من آقای سلطانی نشفن نشفن ما رفتیم امریکایی را خواستیم که بیا طالبا را بزن. آقای سلطانی آقای سلطانی آقای سلطانی آقای سلطانی امریکایی‌ها با بار اول با هلیکوپترهای هاتوارک بود، نمیدانم بلک وات بود چی، ولی در اول در پنشیر آمدن پایان شدن. اجازه بده اولین با دور بیپی جادو آقای اکرم شمس بیبی نخیر چی میگی تو؟ تو آمدی از پنشیر تا کنم ملا برادر در موته در تیاری امریکا در کندهار به ملا هیبت الله پایین شد. تو در امی ارتباط میفهمی که نمی طالب امریکایی آورده حاکم کرده، هیچ سلطان اوغان در سرزمینی به نام افغانستان بدون غلامی در قدرت نیامده. یعنی تو نمیتونی فخر کنی، ای کاش تو پشتون استقلال میداشتی، تو پشتون سالها نوکر بودی، نوکر. گوش کن آقای فروتن، اگر امریکایی به قدرت امریکایی طالب آمده، خب امریکایی خودش با تمام قدرت خود آمد، چرا اینجا استفاده شده نتونستن؟ چرا دو بجی شاو گریختن؟ چرا هلیکوپتر ها و تیاره رو در پنگ سراب کردن؟ جناب آقای فلطانی بان که ما گب بیم، یا تو گب بزن یا ما مایی که ما خاموش میکنم. خب اجازه بتی گب بزن، اگر منطق داره اجازه بتی، چرا تو به یکی طرف داره طالب امی گب منطق داره که امریکایی‌ها فرار کرد. او آدم عقل بگی، تو هستی که 20 سال در انگلیس زندگی میکنی، هنوز در گروپی عقبانه را که در سرزمین آقای فلطانی هیچ چیز آقای فلطانی آقای فلطانی میکنی که میگی او امریکایی‌ها بالاخره فرار کردن. همین منطق هست، همین شوری سیاسی هست. کامره تو بزن بزن کامره نداشته باشی. آقای سلطانی ما برات دلیل میگم، با دلیل میگم. دلیلش سایکو، دلیل آمدن ترامپ بعد از یک ماه بعد از یک سقوط کابل در پاکستان چی بود؟ چرا ترامپ آمد گفت اگر ما بخوایم در در دقیقه 10 میلیون نفر افغانی رو میکشم؟ دلیل گپش چی؟ این منطقه تو رو ما میخوایم اینجا چی کنم؟ سلطانی صاحب شما گپ بزنید بعد مخدوم صاحب، بعد آقای آرش. آقای حاجی صاحب هم خوش آمدگویی میگیم، آرش عزیز هم خوش آمدگویی میگیم. من یک چیزی را میخوایم بگم، اگه ما طرفدار افغانستان هستیم، وقتی که یکی با منطق میام ما را محکوم میسازه، ما وجدان داشته باشیم که لاغل بگیم که بله برادر گپت اینجا درست است. یک نفر به نام پکتیاوال میاد میگه که 90% طالبا پشتون است و این سرزمین هم مال ماست. راست شما اجازه بده گفتم راست گفت 90% پشتون است. راست اجازه بله میگه که مثل برادرای ما در این سرزمین مثل یک رعیت بدونی که بالاخره حق داشته باشه ادعا کنی که ما در این سرزمین حق دارم، حق شهروند بدون حق شهروندی میتونی یک رعیت بدونی فلان میتونی در این سرزمین باشی، ما میتونیم که شما برادر باشیم. همی منطق یک پشتون است. یک سوال آقای اکرم شمس لطفاً. آقای پکتیاوال شکست نفسی کرده، بازم خیر ببینه که 10% غیر پشتون در صف طالب نشان میده، 99% نظام طالب پشتون است. این یک واقعیت است آفتاب واری، ای که ما چشم را کور کردیم. بله نفهمیده و ناآگاه معلومات کاذب را در خود در این قسمت من موافق هستم، لیکن نظامش 99% بله اینمی گروه تروریستی است که از مردم قربانی گرفته، امروز به زور سر مردم حکومت طالبی را که میگه اصلا پشتون است 99% این اگر این حالی 90 نمیتونه 99% 9% نماینده پشتون ها باشن. آره اون نگفت که نماینده است بیادر به نام نمایندگی نگفت، این گروه نماینده پشتونان نیست، این نماینده یک گروه استخباراتی به نام آیتای پاکستان. اینا نگاه اجازه بدید، اینا میگن که شما آمدن 20 سال به زور امریکایی حکومت کردید. اگر این منطق باشه، همین بایستی آمدن امریکایی ها در افغانستان کی شده
اینمی طالب کی ساخت؟ اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده آقای بره کدی وقتی خب که شما ساخته شدین تنظیم بیگانه در برابر بازار شما نافرمانی کردین، بازارتان آمد زد با شورای امنیت ملت تفاهم آقای سلطانی چرا تو واقعیت پنهان میکنی؟ اجازه بده، اجازه بده، اجازه بعد از 16 سال یا 14 سال متوجه شدن که امریکایی‌ها روسا و سلطانی سب کمی احساساتی شده لطفاً مخدوم سب مایکتون رو باز کنین. یا برادر ما رو دیگه اکرم شمس مایک ده بسته که آقای اکرم شمس لطفا آقای مخدوم سه مایک تون روشن کنه مخدوم خراسانی مایک ده باز کن اصلا تا مخدوم خراسانی ده برنامه نیست آقای آرش مایک تون باز کنه سلام فروتن گرامی بر خود سلطانی عزیز مخدوم عزیز و مکرف پایین برادر ما شما صدای مرا دارید؟ بله بله صدایتان هست مخدوم سب من صدا نداشتم رفتن پایین البته اگر لطف کنین که سوال اگر باشه در موردش یا در مورد برادر ما که گپان خود از رفت پایین پک دیوال ببینین پشتونای افغانستان بار بار لروبر یک افغان میگفتن و ما ایتو احساس تاریخ هم که دیدیم و ایتو یک برداشت اشتباه بود که امروز نه فردا بالاخره اینا یک نظام یا یک حکومت یا یک مردم میشن یا یک ملت بعد از نظام دیورن تمام نظام هایی که تبار هموطن های پشتون من در قدرت بود لقمه نان دهن خود و هموطن خود را در دهن پشتون های پاکستانی گذاشت حال بنام انوارالحق کاکر یک پشتون پاکستانی نخست وزیر پاکستان میشه طور موقت میگه افغان نمک حرام افغان امو مردم های هستن که ما را 100 سال پیش به انگلیس فروختن این نمکرام ها را هرچی آجل اخراج بکنین به افغانستان و هیچ ترحمی در برابر مهاجرین افغانستان نداشته باشین یعنی آیا این ظاهرن اینمی حرف است یا ای از واقعا امو زخم تاریخی را روی انگشت گذاشته این یک مسئله مسئله دیگه آیا این کدام رمز و رازی است که تحت همین عنوان پشتونهای پاکستان و میلیوناتن میارن در سرزمینی به نام افغانستان جا با جا میکنن یا کدام ترفندی دیگه وجود داره در این ارتباط موضوعی برنامه است بفرمایید فروتن گرامی یک کلمه را که صدر اعظم موقت هم اشاره کرده خودتان در بارش گفتی که افغان ها بی غیرت بودن ما را فروختن و این مسائل هم شما در تاریخ هم خواندیم یک حقیقت داره این مردم می نمیم کسایی که پشتون ها یا افغان ها به هر وسیله ای که بود و هر رقمی که بود اون مردم فروختن و اون مردمی که فروخته شدین این مردم ما این طرف خط دیورند درست است که همیشه میگن لربر یک افغاندی ولی وایش وقتی نمیگن لربر یک افغاندی وا میگن این افغان ها دشمن ماست ما را با یک پیسه ناچیز فروختین یا نمک حرام اصلا ما در مقابل از یا اصاد است وا هیچ یار قبول ندارد مسئله قشتیپرک بیشتر پکتیاوال هم یاد کرد پکتیاوال میگه بند مچلغو چرا جور نشد بند مچلغو یا طالب جور کردنش چون طالب یا پشتون در افغانستان حاکم نیست یک سمبول از در افغانستان آیس آی یا پاکستان حاکم است پاکستان یا آیس آی نمیخواد بند مچلغو جور شود بند قشتیپر را جور میکنه به خاطر اینکه نمی 1.5 میلیون تروریست نمی 1.5 میلیون خونخوار و خاکفروش که در اون طرف مرز جابجایی هست به یک بانه بیاره در اونجا جابجایی بکنه اگر بند مچلغو را درست بکنه خب یار خود نیست که 1 کیلومتر از این طرف مرز بیاره اون طرف مرز دیگه جابجایی بکنه یک مسئله شان مسئله بعدیش که درباره حکومت طالبان یا حکومت پشتونیزم که گفتن یا برادر ما و شما اگر خود ما را در کوچه اصلا چپ میزنیم به قولی یا که یا دید بزرگ داریم مسائل قومی نمیسازیم یا میگیم قومی نیست گذشته از یک ما و شما فکر کنیم برادر طالب از آیس آی و از این پشتونا نمایندگی میکنه به خاطر اینمی آمد از ظلمشان به خاطر اینمی جنگ افغانستان هم بخوای نخوای به سمت یک جنگ قومی روان هست ما شما میبینیم امروز زبان سرشان بد میخوره کشته میشی لباس سرشان بد میخوره مثلشان نیست کشته میشی یعنی هیچ شک دی وجود نداره که امروز جنگ دستگیر کامران رو بیانت مندازم بابا من کشم و کامران رو دارم یای در قوصله او بدر آقای دستگیرم خودت میفهمی که من بدون کمره کس را نمیمونم وقتی بالا میارم انتظار میکشم کمره تا باز نمیکنی شما ببینید اینمی تعداد ماجری که از پاکستان حالا ما شما فرض میکنیم ماجر
همین تعداد مهاجری که از پاکستان اخراج میشه، آیا در پاکستان فقط پشتون مهاجرت کرده بود که امروز چیز میشه اخراج میشه؟ شما همین مهاجرینی که اخراج شد در بین از یا مصاحبه کردن، شما یک ازبک، یک هزاره، یک تاجک، یکی دیگر دیدی از یک قوم دیگه باشه؟ چرا وقتی که مهاجر در پاکستان شد خواست کل قوم ها شد رفتن؟ این مردم اگر یا مهاجر باشه وقت اخراج میشه چرا؟ یعنی آقای آرش شما به این باور هستین که یک ترفندی در این اخراج وجود داره که یک تبار یعنی پشتون های پاکستان را در قسمت های افغانستان زیر نام مهاجرین جابجا میکنن؟ بدون شک. ببین پیشتر بند قشتیپه را شما عرض کردی، در بند قشتیپه یا بودیجه بند قشتیپه در 20 ساله که در افغانستان میلیون ها دلار سرازیر شد، بند قشتیپه جور نشد. حکومت سابق افغانستان که یک حکومت برحال پولدار بود، میلیون ها دلار برش میامد، به بانک جهانی بارها پیشنهاد کرد طرح بند قشتیپه را داد، ولی بانک جهانی حاضر نشد و بودیجه را برش بدکی را جور کنه احداث کنه. شما به یک گروه تروریستی که رسمیت نداره، به قول خودشان پیسه نداره، به غیر 40 میلیون دلاری را که برشان امریکا علنی میته، حالا پشت پرده که هرچه قمیته سر جایش، امی پول اینمی گروه تروریستی از کجا میکنه که یک بند جور کنه؟ هر انسان عاقل میفهمه که گروه تروریستی را این پیسه را امریکا و اسرائیل و اینمی آیسای پاکستان. آقای آرش، این پول خود در نظام جمهوریت تادیه شده بود، قرارداد هم صورت گرفته بود، صرف طالب کار از این را سرعت داد. یعنی طالب کدام دلاری دهی به مصرف نرسانده، قبلا این پولش از همون تخصیص نظام جمهوریت که آقای غنی در مقطع پایینی قرار بود نظام تحویل طالب بده، همه چیز را تیار کرد بعد فرار کرد. بودیجه شه باید بانک جهانی میداد، درست؟ تادیه شده بود همه چیزش. بله، اینال اینمیا با این مصرف این پولی رو بانک جهانی ها، ما شما میفهمین زیر سر کی هست. اینمی یک پروژه ای هست که امروز اینمی 1.5 میلیون تروریستی رو که بیشتر ما شما اسم بردیم، حالا از قوم خاصی هست، از مردم خاصی هست، اونو منطقه جا به جای میشه، یکی کی که منطقه تاجک نشین، هزاره نشین، ازبک نشین زیر اثر داشته باشه و به خاطر آسیایی میانه، یک چیز واضح است. سپاس آقای آرش. آقای دستگیر، زیاد میخواستی بالا بیایی، حال نظر شما را میگیریم، بفرمایید. حتما موضوع برنامه را گرفتی. ما موضوع برنامه را گرفتم. خوب شد که می آقای شمس آینکای خودمان بازو ما کامره خود چالان کنم، از خود چالان میکردم. می فهم برنامه تو که بدون کامره نیست، ولی ما چه گوش میکردم کامره را چالان کنم. آقای دستگیر، هر وقتی که در این برنامه ما بالا آمدی، بالا آوردم، درخواست زیاد است. وقتی نام خودت خواندم گرفتم بیا بالا بیارمت. متاسفانه مثل این چادر پوشا واری خودت هم انتظار میکشی کامره خود ایران نمیکنی. یک قسم سر انسان سخت تمام میشه. تو باید سخت تمام شد. این آدم ها که من فقط بس بر صحبت کردن نداره، سر فیزیک انسان صحبت میکنم. اجازه بده. ما یک تاینک نید، دو سه تاینک دارم، چشمه ما حساسیت داره در مقابل روشنی تلفون. اجازه بده. دانه مشور نده که من تو کنارا پونیست. دانه تو کنارا پونیست که مشور بکن دانه ترک بوی بتر. آقای دستگی، دوش کن. تو وقتی سر فیزیک انسان گرد ندار خب؟ اول منطق منطق تدکار پرتو که چرا ما آینک میمانم گوش کن درشون نتی. آقای دستگیر، آقایی که یه آدم لوده را بنداز پایین فروتن، یه احمق قاودی بالا ترفیدی که مردم گرد میدن احمق. ما آینک که بخاطر میمانم، آینک که بخاطر میمانم که چشمای ما اساسیت داره. آقای دستگیر، بنداز این لوده را پایین پرتو، این لوده را بنداز پایین. یه آمده بالا لودا پدرت پدر کلانود اردوی تا مویک تا بسته کردم. اردوی تا لطفاً دستگیر است. خدا روزی میکنم آقای فروتن عزیز، اکرام شمس از تو هم تمه و توقع نیست. لطفاً همی فرهنگی گفتمانو یاد بگی، نظر تا بطی انگش سونی کس نرو. اگر جای جنگ و زدن باشه خب در داخل لایف خونه همشه یکی دیگر رو بزن. آقای فروتن یک دقیقه یک لحظه ببینه او برادر، همی چند نفر در لایف هست او برادر، ما دو تا اینک دارم، سه تا اینک دارم. مشکل اکرم شمس مایک تا بند کن لطفا. اکرم شمس مایک تا نفر نیست پسرش گفت نزن، اجازه بدی. رو اکرم اجازه نتی آقای دستگیر خودشون پایان رفت. اول که تشکر میکنم آقای ایچی مایک به ما دادی. دوستای عزیز، ما دیدگاه ما همی است که درست است 90% طالب ها پشتون است، 90%شان مزدور است، طالب هستند، شاید 60,000 تا 65,000 70,000 نفر باشند.
این 70,000 نفر نمیتونه برای 15 میلیون پشتون یا 10 میلیون پشتون یا 20 میلیون پشتون به قول خود از بیا حکومت کنه یا خپل وقت کمرت باز یا نمایندگی کنه. اصلا اینا نماینده پشتون ها نیستن، ولی پشتون هستن. این یک. و من کیجه صحبت میکنم به نمایندگی پشتون صحبت نمیکنم، به نمایندگی تاجیک صحبت نمیکنم، به نمایندگی خودم میجه صحبت میکنم، گپ خود دارم. فهمیدی؟ مثل پکتیاوال و مثل آدم، هر دوی از یا از بازمانده های امین هستن. اینا از بازمانده های امین 95% از پکتیکا هست. 95% خلقی های دو آتشه ضد مجاهدین، ضد دین، ضد کلتور، اینمی هستن. بازی ها میاد از دکتر نجیب میگه فلان شد. ما میگیم که آقا بیادن. از طالب دفاع میکنی، واقع از طالب دفاع کن. نه یا به نمایندگی پشتون از طالب دفاع کن. نه یا از آرا پشتونی هست که آسان دیدن. نه حبیبی آقای سلطانی بزرگوار. چی پکتیاوال است، چی اکرم شمس است، آزادی بیان است. اگر یک پشتون میایه احساس تباری خود را مهار کرده نمیتانه، حس نژادی شجاب میکنه که بیا بگوید طالب آدمای خوبی است. ما حق ازیر نداریم بگیم نه نگو. او برادر ده هامبورگ آلمان تظاهرات کردن، پرچمای طالب زنا آمدن بالا کردن، کلش پشتون بود. خب بله یک مردم دیگه است. نه این نظر ماست. آینه که دودی زده ما دمی چشممان درست است که ما این انسانی ما ایجاب میکنه میگیم بدنم این طالب کلش پشتون نیست. این گپی راستی هم است که یک 10% 5% غیر پشتون هم دست. ما با گپای تو موافق هستم. موضوع برنامه نگرفته. ما دیگه زیاد حرف نمیزنم، کوتاه یک دقیقه یا دو دقیقه صحبت میکنم، بعد خدافظی میکنم. احساس نکردم دوست دارم. آقای عزیز اجازه بدید. آقای سلطانی کلا لایو تلگرام گرفتید. دو دقیقه من صحبت میکنم، اصلا سر از بحث میکنم. سر ما گپای دیگه داشتم. کسایی که پیشتر روشته کردن که آقای سلطانی فلان فلان میگه در رابطه با جبهه مقاومت، این صدا را ریکارد کنین، فردا تاجیکستان را میکنین، مشهد را میکنین، به اون نفرایی که تازه در ارتباط شدین به اونا روان میکنین. اونا خود دنبال آدمای ضعیف و بی معلومات میگردن که چاکرم و نوکرم کنن. من رضای سلطانی نه چاکر کسی هستم، نه نوکر کسی هستم، نه مامور کسی هستم، نه مزدور کسی هستم. من مزدور آرمانای احمد شاه مسعود هستم و بندازه په کل جا داشته باشم مبارزه میکنم. استاد شد تاریخ هم رقم زد. امثال اکرم شمس هم کاووس خو میبینم، میگه هر وقت احمد شاه مسعود میگن همون نظام خلقی ها یادش میاد. و اینا به خاطر از اون ما استارت میشیم، گپ میزنیم دور از گپ قومی و سمتی. اگر اینجا میگیم که اگر اعضای جبه هستیم فلان هستیم، اعضای جبه نیستیم که خانم در لندن باشه بیم بالاترین پست در جبه مقاومت بگیرم، کایدی کارت فرانسه را بگیرم، زره بچه خ جابجا کنم، برم بالاترین پست اشغال کنم، خانم در نیویورک فرانسه و آمریکا باشه، پول و تجارت هم بکنم، بیم در بالاترین جای مقاومت قرار بگیرم، یک جوان 32 ساله هم در روزرباسی و در بدبختی و بیچارگی قرار بدیم، در دم ترس تمام بالاخره پشتون و ازبک هزاره قرار بدیم که این جبه جبه خانواده ای است. برین یخن از اونا رو بگیرین که اونا ماش میگیرن، حقوق میگیرن، بالاخره مزایمت خلق کردن. او آدم او جوان بالاخره سلطانیزه اجازه سلطانیزه بزرگوار اینی اوصافای را که میگی من دیگه به گوش بگی سلطانیزه کوتا. وقتی یک هموطن پشتون میایه نجات پرستی میکنه، با نجات پرستیش تو انتقاد بکو، اما حق ازیر نداری بگو نکو نجات پرستی. او بدر ما تو ملای کسی نیستیم، ما تو نظر خدا داری. گپ ما دنگه شما کار نهی ندارم، ما بحث میمه بحث ما بحث شب قبلی که خودت داشتی یک سر بحثا شده. اینجا هم که نوشته کرد ما اعضای افتخاری اینمی جبه هستیم، اینمی راه هستیم، حالی نیستیم، بر حق بود همه شما سود استاد شدیم، در پکولش در راهش دارمانش سو استفاده نکردیم. عزت و ذلت دست خدا، دست خود انسان هم هست. امروز که اگه 4 نفر چسبم و سرش بتن به خون مسعود باور داره به با ما احترام میکنه، دل کفک نشو. فهمیدی؟ اینا بگم که یک میایم و شب ما یک ویدیو را سعی کردیم که دوستا و عزیزای ما گفتن که آقای مشکور کابلی کی است که مثلا در امریکا سفر در چی در روسیه میره، این چی کار است، اونجا میره بالاخره فتوای دین صادر میکنه. ما اینا میگیم که آقا مشکور کابلی به نمایندگی یک بخش بسیار بزرگ از برادرانی چی ما قزلباش ما، یک عالم چسپم، یک عالم باسواد، یک کسی که سرش بتنش میارده بدون کنام پول و پیسه و امتیاز و سفارت داره تلاش میکنه که یک جوان به خاطر آزادی سرزمین استاد شده احمد مسعود، اون اونجا اعضای جبهه مقاومت ملی هست. اگه یک او آدم به شخص خودش به نمایندگی خودش دعوت نشده، یک طیف بسیار بزرگ ما از وطندارای قزلباش ما بالاخره در کابل و در اروپا و در امریکا است، اگه نمیفهمین بفهمین. یک
کسی که جای دام کنه در برابر ما گپ داره خود عامی جبهه مدنا یا مخالف جبهه مدنا بس میکنه. اون بنمایندگی از بنمایندگی یک قوم بسیار بزرگ عظیمی که در زمان جهاد هم تاریخ داشتن، در دوران مقاومت هم بودن، در جنگ‌های داخلی هم بالاخره خطشان مشخص بود و در بیرون هم حاج آقا مشکوری کابلی یک عالمی چسپم است، یک عالمی بالاخره حدیث فروش میشه و عالمی پنشیری نیست. بفهمین دیگه من زیاد بیشتر گفت نمیزنم. سپاس سلطانی صاحب، من در اینجا یک واکنش داشتم. فضا طوری بود لیستم تغییر میکنه، فضا طوری بود که من نمیتونستم به اون شکلی که باید از آقای مشکوری کابلی دفاع صورت میگرفت نمیتونستم دفاع بکنم، ولی حس انسانی و عمو برخوردی که آقای برداشتی که از آقای مشکوری کابلی داشتم واقعا یک شخصیت دوست داشتنی، یک انسان فهمیده، ولی دیدگاه و نظریات متفاوت از کسایی هستند، شاید انتقادات ملوزات چیزی بیان بگویند، ما نمیتونیم هر کس را در برابرش جهت بگیریم. بنان هر این نظر است، هر دوست را باید نظرش را بشنویم. شب خوش برتان میکنیم. سلام را تقدیم میکنم. مریا کم کم خداحافظی میکنم. علیکم سلام. وایدی صاحب موضوع برنامه را گرفتین، زیر برنامه بودین، دیدگاهتان را. درود و سلام دوستان عزیز، آقای اکرم شمس، آرش گرامی، سلطانی عزیز. دقیقاً برنامه را شنیدم، دقیقاً که حرفای خیلی جالب زده امی آدم به اسلامی نخست وزیر موقت حکومت پاکستان، دقیقاً که اونمو جنایت خیانت در حقشان صورت گرفته و اونا روی امو پالیسی ها و برنامه هایی که به اصطلاح استخباراتشان میگیره روی امو صحبت میکنن، بدون از اون چیزی گفته نمیتونن. و او خودش یک دسیسه و یک برنامه، یک سناریو بود که نخست وزیرشان باید امو تو یک گپ میزد و اونمو انتقال مهاجرینه که در نظر داشتن، انتقال ناقلینه که در نظر داشتن، اونمو را اینا به اصطلاح در اونمو تو یک مقطع زمانی انتقال دادن که هنوز خب پروسش تمام نشده، خب هنوز شروع انتقالش هسته که تا فعلا فکر میکنم کمتر از 1 میلیون یا 1 میلیون رد مرز کردن، از مرز گذشتندن و روی هم رفته. بعض مشکلات دیگه که باید ببینین آقای وحیدی بزرگوار، گپ در کجا است؟ کسی که به نام انوارالحق کاکر در قدرت است یک پشتون پاکستان است. او میایه میگه نمی پشتون افغانستان، یعنی افغان نمکرام، میگه افغان بابی از اینا، میگه ما را برای انگلیس فروخت. یک مردم بسیار یک نوع پیش پا افتاده و برخورد ظاهرن هم که با ماجرینی خصوصا زبان پشتو در پاکستان صورت میگیره، برخورد غیر انسانی. ولی یک تعداد آدمایی که در رد مرز میشن داخل افغانستان میان با دو زبان ملی افغانستان، بعضی از اون افهم تفهیم کردن نمیتونن، یعنی اردو صحبت میکنن. آیا رمز و رازی در عقیب اینمی سیاست هایی که ظاهرا جنگ موش و گربه در فضای مجازی است از آدرس پشتونای پاکستان که در قدرت هستند در پاکستان و از آدرس نظام طالب، آیا به خاطر تصاحب افغانستان توسط امی مردم اسکان کردنه که در کتاب سقوی دوم است یک نوع ترفند بازی میشه، یا ای که واقعا جنگ از اینا امو زخم تاریخی است که اونا احساس حقارت کرده امروز میخوان انتقام از افغان بگیرن؟ فروتن گرامی، هر دو قضیه است. یکی اونمو مسئله به اصطلاح زخم تاریخی است که به اصطلاح در پیکرشان زده شده و اونا نیمه به اصطلاح دو سه از همی قوم او طرف مرز ماندن، به اصطلاح تقریبا در حدود 30-35 میلیون، و ای یک زخم تاریخی بوده در پیکرشان. از این آدم ما چیز نمی کنیم، شونپوشی نمی کنیم، ولی یک ترفند بزرگ که اینا دارن، حکومت پاکستان داره برنامه شمیست که به اصطلاح هژمونی قومی را در جغرافیای افغانستان اضافه بسازن نظر به تقاضایی که قبلا کرزایی کرده بود و اشرف غنی کرده بود که ما اینجا هژمونی قومی داشته باشیم در برابر به اصطلاح دیگر اقوام که در همون انتخابات های 20 سال اخیر جمهوریت تقلبی را به اصطلاح نتیجه نگرفتن، نتیجه مثبت نگرفتن. روی هم رفته اونا تلاش شانمی بود که باید ما بخصوص در صفات شمال ما داشته باشیم
یک اجمنی قومی را داشته باشیم که در مقابل بقیه اقوام ما قد علم بتانیم یا رأی اکثریت داشته باشیم. یکی اینی موضوع است. ای که به اصطلاح در افغانستان چی رخ میده، چی وضعیت میآید در بین اقوام، ای دیگه مربوط حکومت پاکستان نمیشه. منتها پاکستان برنامه های که داره، مثلا اینمی موضوع پشتونستان خواهی یا مثلا موضوع دیورن خواهی که به اصطلاح ای طرف و او طرف مرز هر دو طرف لرو برداشتن، اینمی را خواست که به اصطلاح خاموش بسازن. سپاس وحیدی صاحب، در این مقطع پایینی است. آقای اکرم شمس کوتاه نظرت بگو، بعد آقای رش هم داشت، خداحافظی میکنیم. زنده باشین آقای فروتن، امیدوارم که باز در صحبتای ما که داخل نشوه. امروز به مسئله پاکستان که است، پاکستان در انزوا قرار گرفته، روی به تجزیه قرار گرفته، ما شما به حساب دیگه نبینیم، امی آثار چیزا ببینین، به حساب پول دلار رو امریکا دلار یا رو ببینین که در افغانستان یک دلار 69 روپیه شده و در پاکستان تقریبا از حد خارج شده، نمیدانم چند است، مقصد اقتصادش هفتیده پایین. این چی است؟ این کلش اقتصادی که به حساب در افغانستان به جریان افتاده، اقتصاد بالا میره. این که نمیست که انشالله ما مرز را که از دست دادیم. بیبی اکرم شمس بله. در گذشته وقت دلار پایین میشد، اجناس را هم پایین میامد. امروز آیا واقعا وقت دلار 6400 میشه، در بازار در نرخ ها هیچ گونه تأثیری نداره؟ یعنی چرا آقای فروتن، من طالب در بازار نیست؟ بله، من امروز بیخی امروز افسوزی میخورم که در ما در که در اروپا هستم نمیتونم موتر دلخواه ما به اون پیسه که دارم بخرم، ولی در افغانستان میبینیم که یک موتر 2016 با تمام سیستم تکنولوژی پیشرفته و اسگرا و نیفامی چیزا به 3000 دلار میشه. آیا به نظر شما دلیلش بله دلیلش چی است؟ دلیلش پاکستان است؟ نه خیر، این اقتصادی است که طالبان ریگا نه آقای اکرم شمس، پروژه های منفعت مردم ما، قابل منفعت ما درست کردن است. به سوتو آمده جایدات های منقول و غیر منقول و وسایل خود به بازار اعلام میکنن تا از وطن بگریزن. نه خیر، نه خیر آقای فروتن، دیگه واقعا شرماور ننگین، ولی برداشت خودت از این موضوع مثبت است. ما دیگر زیاد دلیل نمیگم. ما امی آوازی طالبان تا امریکا رسیده که من یک ویدیوی را دیدم که خانم نظیره یا خبرنگار امریکایی که است، او میگه کجاست طالب جان، کجاست مبین جان که بغلش کنیم یک ماچش کنم. آیا سپاس نظیره کریمی هم همه تا استاد بعضی خواهشات دارم بسید زنده شده به هر صورت. آقای آرش کوتا فروتن گرامی، آدم به خدا در منطق شهور بعضی از انسانات ایران میمانه. شما فکر کنید پاکستان میگه اقتصادش خراب شده و منزوی شده، از بین رفته، پاکستان امروز که مردم تو را زده زده بیرون میکنه، در فرقش کت چوب مردم تو نمیره، میگه من اینجا نان پیدا میکنم، در افغانستان نان پیدا نمیکنم. او رو منطق از یا نمیبینه. موتری را که یک نفر یا یک انسانی که اونجا بدبخت بیچاره است، تو خودت بیشتر اشاره کردی، موتر یا خانه خود به بدترین قیمت لیلام میکنه مفروشه، اونجا آدم پیدا نمیشه که اون پول داشته باشه او را بخره. اینقدر مردم زیر خط فقر هستن. جناب شما صحبتای مبینی نشدی. امیر همزمان صحبت نکنین اکرم شما. گوی گنده تا منسان گپ میزنه. اکرم شمس ما رو مجبور نکنه یک برخورد خراب بکنیم. لطفا اردوید میمان است این نظر وقتی که مردم پول نداره در افغانستان، پیسه نداره در افغانستان، فکر بکو یک خانه از 10 لک روپیه شده باشه 1 لک، او 1 لک گیره که تو نداری نان برای خوردن، نداری چه رقم بخری. مردم مجبور میشه ریلام میکنه. مگر ما در بار اول ندیدیم مردم قالینای خود سر سرق قالین مور 1 لک روپیه خود در 1000 روپیه میفروخت؟ عین شکل نمیال است. مگر اونجا اقتصاد خوب باشه، نان حداقل نان خشک باشه، مردم موته به می شکل از افغانستان میبره؟ شما مرزا رو دیدی چه وضعیت است؟
جان سپاس از آقای اکرم شمس، آقای آرش. وحید زیب کدام نظر کوتاه در آخر داری یا یکی خدافیزی کنم؟ نظر کوتاه من امیز فروتن گرامی که آقای شمس همو اظهار را کرد کد، من در حد من در ارتباط صحبتش میگم که 90% مردم ما زیر خط فقر امیال جریان داره وضعیتشان. و یک چیز دیگه برات بگویم، خوشخبری براتون فروتن عزیز، که انقریب همو کمک های هفتوار آمریکا بالای همی گروه به اصطلاح جل قطع میشه و اونا خیلی وارخطا هم هستن، وضعیتشان خیلی دگرگون است و دمی دو نیم سالی هم که به اصطلاح صفحات اجتماعی در مقابلشان استاده بود و به اصطلاح چیز داشتن، مبارزه داشتن، خیلی وارخطایشان کده و وضعیت فقر و بیچارگی و بدبختی داخل مردم از جغرافیا خیلی این مردم را تکان داده که هیچگاه با مردم رسیدگی نتانسته. و دیگه 32 کامیونه که از تاجکستان آمد برای زلزله زدگان هرات، او هم برای مردم نرسید، برای مردم توزیع نشد. دیگه حتی شما دیدین تصاویر که به اصطلاح در بازارها آوردن سودا کردن امو چیزا مواده، این چیزا خیلی نظام. جان سپاس از آقای اکرم شمس، آقای آرش و وحیدی سه بزرگوار. شب خوب دوستان.